خب به سبک طراحی داخلی اینداستریال یا صنعتی خوش اومدین. اگه بخوایم تو چند کلمه این سبک رو تعریف بکنیم، میتونیم بگیم عملکردیه، بدون تزییناته و بدون هیچ تجملیه. اینداستریال یه سبک خیلی جالب و خیلی محبوبه و اورجینال و بدون هیچ اضافه کاریه. همونطور که میدونید شهر نیویورک از نظر محدوده شهری به خاطر دریاهایی که اطرافش وجود داره فضای شهری محدودی داره و امکان ساخت و ساز و گسترش خونه‌های جدید وجود نداره. به خاطر همین تو سال 1970 تصمیم گرفتن که کارخونه‌ها و انبارهای قدیمی و بلا استفاده رو تبدیل به لافت یا خونه‌های مسکونی یا آپارتمان کنن و فضای زندگی جدیدی رو ایجاد کنن. این سبک طراحی از همینجا شروع شد. حالا به نظر شما فکر میکنید که این استایل هدف اصلیش چی میتونه باشه؟ سبک طراحی داخلی اینداستریال متریال ها و شاخص های اسکلت اصلی رو بزرگ نمایی میکنه و هدفش نمایش دادن اسکلت ساختمان به جای مخفی کردن اونه، چون این کار هزینه ساخت کمتری داره. عناصری مثل لوله ها، داکت ها و کانال ها روی دیوار و سقف خونه به صورت اکسپوز و برجسته اجرا میشن به جای اینکه مخفیشون کنیم. ستون‌ها، تیرهای فلزی، دیوارهای آجری و حتی دیوارهای ناتمام کاملا به عنوان عنصر اصلی مثل یه مجسمه هنری نمایش داده میشن. این سبک طراحی داخلی برای خونه‌هایی با فضای بسیار بزرگ و پلن باز یا همون اوپن فلور هستن و مخصوص خونه‌هایی که سقف‌ها خیلی بلند دارن. قطعاً این سبک رو برای هر خونه‌ای میتونید پیاده کنید. همونطور اگه این سبک طراحی داخلی رو انتخاب کردین، میتونید تمام فضای خونه رو هم مبله نکنید. با این کار هم شما شاخصه اصلی این سبک رو در نظر گرفتین. این سبک طراحی داخلی یکی از سبکاییه که به راحتی میتونید با سبکای طراحی داخلی دیگه‌ای ترکیبش بکنید که تو بخش بعدی راجبش توضیح میدیم. فقط یه نکته در مورد سبک طراحی داخلی اینداستریال اینه که بعضی اوقات مردم سبک استیم پانک رو با این سبک یکی میدونن که اینطوری نیستش. این دوتا سبک کاملا متفاوتن. استیم پانک از صنایع ماشین بخار تو قرن 19 الهام گرفته، ولی اینداستریال یه سبک امروزی تره، ولی عناصر مشترک زیادی بین این دو سبک وجود داره. حالا بریم سراغ شاخصهای اصلی مبلمان سبک اینداستریال. این سبک هم دقیقا مثل سبک اوربن مدرن، وسترن و تاسکن دارای مبلمان های بزرگ با پایه های کوتاه و مثل سبک کانتمپوراری از خطوط محکم و صاف بدون جزئیات تشکیل شده. مبلمان این سبک عمدتا از متریال چوب و آهن یا ترکیب این دو متریال ساخته میشن و هر دوی این متریال ها روکش های خام، طبیعی و مات دارن. توی این سبک هیچ عنصر براق دیده نمیشه. یکی از عناصر کاملا گویا و مشخص این سبک استفاده از پروفیل ها یا لوله های فلزی صنعتی تو مبلمان و دکوراسیونه. مثلا برای فریم کتابخونه ها و قفسه ها، میز ها و اکسسوری ها استفاده میشه. کتابخونه های این سبک تماما از طبقات باز درست میشه و اغلب یک ضرب‌در برای قسمت پشتی اون در نظر گرفته میشه که کارو محکم‌تر کنه. قفسه‌های کارگاهی یکی دیگه از عناصر این سبکه که خیلی کاربرد داره. عناصر اصیل و شاخصی مثل صندلی پولوکس متال ساید چیر از عناصر کلاسیک این سبک هستن. این صندلی اولین بار تو سال 1930 تو فرانسه استفاده شد و به خاطر استفاده خیلی زیاد اون تو کافه ها و رستوران ها شناخته شده و مطرحه. صندلی های بار آهنی و چوبی هم یکی دیگه از عناصر معروف این سبک طراحی داخلیه. مبل های تکی اویاتور چیر از دیگر عناصر های شناخته شده تو سبک اینداستریال هستش. همچنین کاناپه های ساده و مدرن یا کانتمپوراری که از جنس چرم که خطوط صاف و تزیینات خیلی کمی دارن هم بسیار کاربردی هستند. یکی دیگه از عناصر جذاب این سبک قفسه های فلزی عتیقه است که تو مطب های پزشکی یا دندون پزشکی یا لابراتوارها یا کارخونه ها استفاده می شده و تو قرن 20 ساخته شدن. همچنین می تونید از میز های بتونی به عنوان میز قهوه خوری یا میز کناری یا میز نارخوری تو این سبک استفاده کنید. یکی دیگه از گزینه های بسیار خوب برای میز قهوه خوری یا میز جلو مبلی استفاده از صندوق های چوبی قدیمیه. برای میز کار هم بهتر از میزای ساده که فقط 4 تا پایه دارن استفاده کنید. برای اتاق خواب،
تخت‌هایی که فریم فلزی دارن یا تخت‌های پلتفرمی خیلی استفاده میشن که خطوط صاف و محکمی دارن. همونطور که اشاره کردیم، پر استفاده ترین متریال تو این سبک چوب و فلزه و ترکیب این دو عنصر بسیار کاربردیه، مخصوصا اگه از آهنای سخت و رنگ تیره استفاده کنید. همینطور میتونید از ورقهای استیل ضد زنگ یا فلزهای رنگ شده مثل آهن، آلومینیوم و روی و فلزهایی که دارای رنگ گرمتری هستن مثل مس میتونید استفاده کنید. برای متریال چوب سعی کنید تا جایی که امکان داره از چوبای آنفینیش یا ناتموم استفاده کنید که سطح خراب یا رنگ رفته ای دارن، و اگه نتونستید پیدا کنید از چوبای طبیعی یا چوبایی که روکش بسیار طبیعی بافت چوبی مشخص دارن استفاده کنید. بقیه متریال هایی که تو این سبک استفاده میشن شیشه و بتون و آجره، و برای متریال های نرم میتونید از کتون و چرم هم استفاده کنید که ترجیحاً بهتر از متریال کتون کمتر استفاده کنید. تو این سبک دقیقا مثل سبک کانتمپوراری و ترانزیشنال اسکاندیناوی، تم رنگ های خونسا حرف اول میزنن و رنگ های قهوه‌ای، خاکستری، مخصوصا سیاه و سفید خیلی کاربرد دارن. برای رنگ های خاص از رنگ آجوری، قرمز، نارنجی، خاکی، سبز تیره و رنگ های آبی و سرمه‌ای میتونید استفاده کنید، ولی نباید همه این رنگ ها رو کنار هم دیگه استفاده کنید. بهتره فقط یک رنگ رو انتخاب کنید. تو این سبک به هیچ عنوان از طرح و پترن استفاده نکنید، ولی اگه اصرار دارید میتونید استفاده کنید، ولی در این صورت دیگه اصالت خاص خودشو نداره و شما اون سبک رو برای خودتون شخص سازی کردین. پیشنهاد میکنم فقط از یک پترن یا طرح استفاده کنید و از پترنای هندسی یا ترایبال که رنگ های سیاه‌سفید شبیه سبک اوربن مدرن دارن استفاده کنید. تو این سبک برای پوشش پنجره ها دقیقا مثل سبک اوربن مدرن باید تا جایی که امکان داره بدون پرده و پوشش باشن، و حتی بهتر از فرم های صنعتی یا فرم های آهنی با رنگ تیره که کمک به برجسته شدن و بولد شدن پنجره میکنن استفاده کنید. اگه مجبور بودید که پنجره ها رو پرده کنید، بهتره فقط از پردره های کرکری ساده استفاده کنید. برای پوشش کف سه تا گزینه مهم داریم: بتون، سنگ، چوب طبیعی یا پارکت. تو این سبک سنگ های تایل شده، سرامیک، موکت به هیچ عنوان استفاده نمیشه. اگه میخواید سبک اینداستریال عصر رو اجرا کنید، اصلا نباید از فرش استفاده کنید و نهایتا میتونید از فرشه خیلی ساده و تک رنگ، اونم تو رنگ‌های خونسا و فرشه که جنس طبیعی دارن مثل کتون یا پشم استفاده کنید. حالا بریم سراغ نورپردازی این سبک. تا الان متوجه شدید که سبک اینداستریال هدف اصلیش کاربردی و عملکردی بودن اشیا و عناصر داخل فضاست و همه چیز رو جنبه عملکردی میبینه. پس تو این سبک برای نورپردازی خود لامپا از همه چیز مهمترن، چون منبع نوره. حالا از هر منبع نور یا لامپی نمیشه بدون چراغ استفاده کرد، ولی قطعا از لامپای ادیسونی میتونید این استفاده رو ببرید، چون این لامپا جنبه زیبایی دارن و نور مستقیم اونها چشمو اذیت نمیکنه. اگه احتیاج به بولد کردن یا استفاده از چراغ به عنوان عنصر مهم فضا داشتید، میتونید از چراغهای فلزی توری یا قفسی استفاده کنید. چراغ‌های دیگه که تو این سبک استفاده میشن با توجه به شاخص‌ها که گفته شد شامل چراغ‌های ایستاده، چراغ‌های رومیزی و لوسترهای اوورسایز هستن که چراغ‌های تسک لایتینگ یا همون نورهای وظیفه‌ای هستن که کارشون روشنایی جای خاصی از فضاست. برای نورهای محیطی هم میتونید از لوسترهای فانکی استفاده کنید، ولی من ترجیح میدم از چراغ‌های ترک لایت استفاده کنم. برای جاهای غیر رسمی تر خونه میتونید از لامپای اکسپوز هم استفاده کنید. برای چراغ‌های خیلی کلاسیک تو این سبک از چراغ‌های پروژکتوری یا استودیویی که 3 تا پایه دارن و از چراغ‌های استیج های سال 1930 الهام گرفتن میتونید استفاده کنید. همچنین میتونید از چراغ‌های سبک استیم پانک هم تو این سبک استفاده کنید. برای آرتورک ها یا تابلوها میتونید از تابلوهای اوورسایز خیلی بزرگ تو سبکای ابسترکت استفاده کنید یا از عکسای سیاه‌سفید. تو این سبک برای طراحی دیوارا میتونید بیشترین خلاقیت رو خرج کنید، مثلا از عناصر قدیمی مثل چرخهای دوچرخه یا ساعتهای قدیمی یا چرخ دنده های بزرگ و هر چیز عتیقه ای میتونید استفاده کنید.
یه ایده خیلی جالب برای دکوراسیون دیوار اینه که میتونید طرح‌ها و نقش‌های سیاه‌سفید یا بلوپرینت‌ها و طرح‌های صنعتی رو استفاده کنید. بعد از تابلوها میریم سراغ اکسسوری‌ها. باید در نظر داشته باشید که تو این سبک هم مثل سبک کانتمپوراری یا مید سنچری باید سعی کنید که فضا رو شلوغ نکنید و از یک اکسسوری استفاده کنید. سعی کنید از اکسسوری‌های کاربردی انتخاب کنید و یا حتی اگه میتونید از اکسسوری‌های سبک استیمپانک ایده بگیرید. برای جذاب کردن فضا حتما از گیاه‌ها و گلدون‌هایی که اندازه بزرگ دارن استفاده کنید، مثل گیاه یوکا، فیکوس آفریقایی و کاکتوس. برای گرم کردن فضا بهترین کار اینه که از شال‌های مبل و پتوهای کوچیک با کوسن‌ها و بالشت‌های استفاده کنید که بافت‌های راحت و نرمی دارن. برای طراحی آشپزخونه تو سبک اینداستریال بهتر کابینت‌های صاف با رنگ‌های ساده و خونسا مثل رنگ خاکستری روشن، خاکستری تیره، قهوه‌ای روشن یا تیره یا مشکی با دستگیره‌های کروم استفاده کنید. برای صفحه روی کابینت از سنگ‌های طرح بتن یا استیل ضد زنگ یا سنگ کوارتز برای زیباتر شدن فضا، اگه امکانش بود از جزیره‌هایی که یک میز بزرگ گرد دارن استفاده کنید و قطعاً از طبقات باز هم استفاده کنید. برای پشت سینک از متریال چوب طبیعی بازیافت شده، آجر، استیل ضد زنگ و کاشی‌های مات هم میتونید استفاده کنید و قطعاً وسایل برقی و اکسسوری‌ها و لوازم استیل شرط این سبک طراحی داخلی برای آشپزخونه اینداستریاله. حالا بریم سراغ نمونه فضای سبک طراحی داخلی اینداستریال. همونطور که میبینید دیوارهای آجری، استفاده از پله‌های آهنی سیاه تو فضا و نشون دادن متریال‌ها و عناصر اصلی ساختمون به عنوان مهمترین شاخصه سبک اینداستریال توی این عکس قابل مشاهده است. مبل‌های کوتاه چرمی با پایه‌های فلزی و میز جلو مبلی آهنی با صفحه روی چوبی هم یکی دیگه از شاخصه‌های مبلمان این سبکه. اکسسوری‌هایی که استفاده شده اکسسوری‌های سبک استیمپانک و از چراغ‌ها و نورپردازی فلزی سیاه استفاده کرده. پنجره‌های بلند و بدون پرده هم نکته دیگه‌ایه که باعث میشه بدونیم این سبک اینداستریاله.